سلام علیکم، چطورین؟ خوش اومدین به یه آنباکسینگ جذاب دیگه با من. همینطور که میبینین امروز هم باز دیجیکالا داریم. حال میکنین؟ جدیدن کلی دارم دیجیکالا میذارم دیگه. اگر حال میکنین پس سابسکرایب فراموش نشه، لایک کنین، کامنت بذارین که بیشتر دیده بشه و من بتونم بیشتر و بیشتر براتون بذارم. بریم که شروع کنیم. چرا دوتا هست؟ چون یکیش یه چیز خیلی بزرگه و سبک هم هست خیلی، ولی چون بزرگ بوده جدا برام گذاشته. توی این جعبه ها من کادو هم دارم، دوتا کادو گرفتم که برای آدم های مختلفه و بریم که بازش میکنیم. اولی که دقیقا یکی از اون کادو هاست اینه و رنگش هم برای من مشکی، همینجوری که الان من زد از من قهوهیشو اصلا پیدا نکردم تو دیجیکالا، ولی سفیدشو داشت که با یاسان که مشبک کردیم که مشکیش خوشگلتره. این از بسته بندی احتمالاً همه تون از اینا دیدین، ولی به نظرم بازم چیز خیلی خوشگلیه. اسمش رو اصلا اگه بخوام بهتون بگم چیه، تابلوی شنی مدل دایره. از این تابلو هاست، خیلی به نظر من خوشگله اینا و از نزدیک این چی خیلی خفنش میکنه. یه عالم اکلیلای طلایی هم داره و پایه داره اینجوری، خیلی خوشگله. یعنی من میتونم قشنگ بشنم ساعت ها به این نگاه کنم، هی این وریش کنم اون وریش کنم. هر دفعه هم که این برمارش میکنی این طرحش فرق میکنه دیگه. و قیمتش بچه ها به نظرم خیلی مناسب بود، حدود 200,000 تومان بود. حالا اسم و قیمتش رو براتون میذارم و این میتونه برای هر سنی و هر جنسیتی یه کادوی خوشگل باشه. چون من یادم قدیما توی یه تولدی به یکی از دوستام که از اینا هدیه داد و اون دوستام خیلی خوشحال شده بود و منم قشنگ یاد عکس العمل اون افتادم و دم کادوی خوشگلیه. حتی من دوست دارم برای خودم هم بگیرم تو خونه بذارم، چون من عاشق چیزای اینجوریام، دکوراتیوایی که اینجوری تغییر میکنه خیلی باحالن. و البته جنسش پلاستیکه، اصلا فکر میکنم کلا اینا باید پلاستیکی باشه دیگه، حالا شاید چوبی و ایناش هم باشه، ولی با توجه به قیمت و کیفیتی که من دارم از نزدیک میبینم این اکلیلای طلاییش بچا خیلی خوشگلش کرده. اگه فقط سفید مشکی بود شاید به این قشنگی نمیشد، این طلایی اصلا یه برق قشنگ بهش داده. 100% به نظر من میارزه و مخصوصا برای کادوهایی که مثلا خیلی آدم طرفو نمیشناسه و حالا لباس و اینا نمیتونه بخره، این چیزیه که همه جا قابل استفاده است. هم تو محیط کار طرف میتونه ازش استفاده کنه، هم توی اتاق خواب میتونی بذاری، توی پذیرایی، و در کل خیلی چیز خوبی بود. من که خیلی خوشم اومد. بریم بعدی. نذار اون یکی کادو رو هم باز کن که من دیگه قشنگ خیالم راحت شه که اینا خوشگل بودن. بعد بریم سراغ خریدای خودم. این یکی کادو شخصی نیست، یعنی مثلا برای تولد و اینا نیست، وسایل خونه و همون دکوری به حساب میاد اینا، ولی برای موقعی که فکر مثلا میخوام برم خونه کسی مثلا برای دفعه اول و اینا خیلی بهتر از گل و شیرینیه. من اینجوری خیلی بیشتر دوست دارم، مخصوصا اگر چیز خوشگلی باشه طرف استفاده کنه همیشه یاد آدم میکنه دیگه، بهتر از مثلا گل و شیرینی و این چیزاست. ست 4 تیکه گلدون جاشمی و حال بقیه شدم نیست چی بود که میشد 4 تیکه. بریم بازش کنیم. من رنگ مشکیشو گرفتم، بسته‌بندیش که خوبه و امیدوارم که کیفیتش هم خوب باشه چون من برای کادو گرفتم و قابل هدیه دادن باشه. ببین ولی اینقدر چسب زده اصلا نمیدونم از کجاش باز کنم. ببینی کل چسبه، از این چسب نواری پهناست. بچه ها من تولد 3 تا از دوستان خیلی نزدیکه و بیاین پیشنهاد بدین توی این ویدیو که چی بخرم. من دوست دارم همیشه کادوهای خاص با تزیینای خاص هدیه بدم و برای همین اصولا چند تا چیز تیکه تیکه میگیرم که بتونم تزیین خوشگلی انجام بدم. و اگر دوست داشتین اصلا بگین که بهتون یاد بدم تزیین کادو رو، چون ولنتاین و اینا هم نزدیکه، یه سری پک‌های هدیه خیلی خوشگل بلدم که اگه دوست داشته باشین توی یه ویدیو بیام بهتون یاد بدم، حتی من بنویسم. اوه بالاخره باز شد. تا اینجا کار میتونم بگم واقعا بسته‌بندی کوفتی داره. الان اینو من چجوری بعد از اینکه باز کردم میتونم کادو بدم؟ باید یه جعبه بگیرم براش که، یعنی انقدر چسب زده که باورتون نمیشه. یعنی دیگه از این قسمت باز کردم که اصلا نمیدونم درسته یا نه. امیدوارم خوشگل باشه این طرحشم. بد نیست، ولی من فکر کردم که از این بتونیاست که
رنگ بتونش مشکیه، میدونی چی میگم؟ این رنگ خورده، میبینین اینجاش هم حالت طلاییه، نمیدونم از بقیهش هم باز کنیم، همش یه رگه طلایی داره، این فکر کنم گلدونش باشه. آره ولی دوباره نمیتونم اینا رو بسته بندی کنم، تاشون رو باز نمیکردم، ولی دوستان به شما هم نشون بدم چون قیمتش خوب بود، خیلی حدود 150 تومن بود و خب برای هدیه قیمت مناسبیه. اینم گلدونشه، اینجاهاش هم طلایی زده، فقط این تیکش یکم ماته، کلا مشکیه، که باز اینم میاد این تو. و دو تا دیگه داریم که فکر کنم دو تاش هم شم باشه توی سایزهای مختلف. آها نه، این یکی شم نیست بچه‌ها، این مثل کاسه است، حالا توش هر چیزی میشه ریخت، به عنوان جاشمی هم اگه شم انقدی پیدا کنین میتونه مورد استفاده باشه. فقط 100 تومن از این حبابیا زده، منم کچل کرده. اینم از کاسش، شیاردار و یه تیکه طلایی داره، این برش باز مشکیه. تا اینجا شد اینجوری، خوشگله ولی من نظرم به این قیمت میارزه. یه شمع کوچولوه، این چه آهنگی داره تو ذهنم پلی میشه، جمالا جمالا جمالو جمالا. اینم شمع نداره، جاشه فکر کنم، اینم جاش هم میشه. اصولا من هر موقع اینجور چیزا میگیرم خودش تو شم داره تو دیجیکالا، ولی این نداشت. خب بچه ها این شد پکیجش، اینو بگیرم. ببینین اینجاش هم که طلایی بود و خوشگله به نظر من، دکوری بدی نشد در آخر. و حالا شم و اینجور چیزا هم بذاری جالب تر میشه، این تو هم گل پتوس و اینجور چیزا میشه گذاشت و اینو بذاری رو میز. البته از این به عنوان جای شکلات و قندون و اینا هم به نظرم میشه استفاده کرد، اینجوری میشه. بعد نبود، به این قیمت خوب بود، بریم بعدی. خب دیگه کادو بازی رو ول کنیم. اینو برای خودم خریدم، یه جاکارتیه، طرحش هم خوشگله، یونیکورنه، لوی ویتون و نمیدونم اینجور برندا هم داشت، ولی خب من اینو گرفتم چون بیسش سفیده و رنگی رنگیه، شادتر بود. از این جاکارتی های زیپ داره، جاکارتی معمولی اینجوری تاشو خیلی مدل های مختلفی داشت، ولی اینجوری زیپ داره من خیلی بیشتر دوست دارم که کارت ها نیفته. و از جایی که اوه چقدر جای زیادی هم داره، من ید طولایی توی کارت گم کردن دارم دیگه، خودم این دفعه یه جاکارتی بگیرم که اینو بذارم تو کیفم دیگه کارت هام گم نشه، دیگه همه چم دیگه توش میشه گذاشت، از مدارک ماشین بگیر تا کارت های شخصی. و جنسش حالت مثل چرمه، طرحش هم خیلی خوشگله، من یونیکورن خیلی دوست دارم، قشنگ بود. اینم کادوی خودم، بریم بعدی. آیتم بعدی اسمش هست لیف ماساژ بدن سیلیکونی. اتفاقا چند وقت پیش داشتم توی اینستا میچرخیدم، دم یه دکتری چیزی بود میگفتش که اصلا برای بدن خوب نیست لیفای زبر و لیفایی که مثلا مثل کیسه کشیدن و اینجور کارا، برای پوست میگفت اصلا خوب نیست. و این فکر میکنم نرمتر باشه، البته من خودم عاشق لیفای زبر و توریم، ولی دیدم اینا خیلی ترند شده، گفتم بگیرم ببینیم چجوریه. ببین سیلیکونیه و این حالتش واقعا هم برای ماساژ توی همون جواب میده، چون یه دونه از اینا بزرگشو گرفته بودم که برای شستشوی پشت و کف پا و اینا بود، من اونو استفاده میکنم خیلی حال میده. این دیگه میتونی کل بدن تو باش تمیز کنی، فکر کنم اگه یه دونه جدا هم داشته باشی برای صورت هم خوب باشه. و مخزن داره این پشت، شما میتونی شامپو تو بریز قشنگ کف کنه چند تا سوراخ ریز و کف رو از این ور میده بیرون. حالا باید استفاده کنم ببینم واقعا خوبه، جواب میده توش مثلا شامپو اینا بریزی یا نه. و رنگ بندی داشت، من صورتشو گرفتم، اینجوری میشه آویزونش هم کرد توی همون. و اگه گفتیم برای چی خوبه، من برای سفر به نظرم خیلی خوب بود، چون من همیشه قبل از سفر خب میرم همون، بعد لیفم خیس میشه، بعد این دغدغه رو همیشه دارم که لیفم حالا چجوری ببرم، ولی اون اینجوری نیست دیگه، با دستمالم راحت میشه خشکش کرد، جالب بود. بریم بعدی. آیتم بعدی از این برسای ابروه که یه پک 10 تاشو گرفتم، خیال خودم راحت کردم، به خاطر اینکه همین که من خیلی اینا رو گم میکنم، هم اینکه یه سری هاشو موجه هم میزنم، خب موجه هایی که اکسنشن آدم میخوره باید هی چیز کنید دیگه، شونه کنید،
یه سریش هم که باش ژل ابرو میزنم، برای همین اکثرا همه رو هم باش ژل ابرو میزنم و همیشه تمیزش رو ندارم برای موژم. این دفعه دیگه 10 تا خریدم، قیمتش هم خیلی خوب بود، رنگ و برنگ هم هست، از این هم هستش که دستش اکلیلیه خیلی خوبه. چند تاش خودم برمیدارم، چند تاش هم میدم به یاسمن، و برای وقتی هم که حال نداری بری براشت و بشوری خوبه یه دونه دیگه برمیداری. خب اینم از این، از این چیزاست که حال میده زیاد داشتنش. یک عدد کرم سفارش دادم. اگه الان میخواییم بگین کرم که تازه سفارش داده بودیم، برای خودم نیست، برای یاسمن گرفتم. کرم نرم کننده و آبرسان نیوا و یاسمن. یکم هر کرمی بهش نمیسازه. توی یه ولاگ توی یوتیوب دیدم که شیما بود فکر میکنم، آره، داشت میگفت کرم نیوا زده خیلی به پوستش ساخته و جوشم دیگه نزده و اینا، افتم براش بگیرم. چه جالب، پولوم و اینا نداشت. قبلنا دوران بچگی من یادمه که نیوا خیلی برند دم دستی و ارزونی همیشه بود، انقدر که همه چی گرون شده دیگه این الان مثلا 140 تومن بزرگا شده بود 250 تومن، باور نمیشد، چون خیلی کرم دم دستی بود قدیما یادمه. خوش آشناس، وای بوی بچگی همو میده. حالا میدم استفاده کنه، اگر شما هم پوستتون حالا چرب و مستعد جوشه بعدا بهتون میگم که چطور بود. و اگر دوست داریم بدونیم توی این جعبه بزرگ چی بود، همین یه دونه بود، دلیل چون سایزش بزرگ بود باشه بود که یه جعبه جدا، و چه کار خوبی هم کرده بود، باعث میشه که له نشه. این از این سبده حسیری خیلی خوشگله و چه بامزه، اینجاش هم با کنف بسته. و دیدم که چقدر تو دیجیکالا قیمتش خوبه، ترتمیزم هست، از این حسیر بافیای برای جنوب این مده اگه اشتباه نکنم. اینو من برای کاور گلدون گرفتم، ولی خب خیلی کارم میشه باهاش کرد، سایزش بزرگه، قیمتش هم براتون میذارم، خیلی قیمتش مناسب بود، فکر نمی‌کردم اینقدر بزرگ و خوب باشه با اون قیمت. اینم داخلش، خیلی کارا میشه باهاش کرد، هم میتونید توی آشپزخونه مثلا سطل برنج و اینا رو توش بذارین. دیدم که توی دکوراسیون داخلی گلدون رو قشنگ همینجوری درسته میکنن، این تو بازیر گلونی و فلان و اینا، این مثل کاور میشه و خیلی فضای خوشگلی به خونه میده. البته که باید یکم هم دکوراسیونت بیاد به استفاده کردن از حسی، ولی من خیلی دوستش داشتم. حتی برای سری لباس مباس و اینجور چیزا هم خوبه، توی کمود یا مثلا برای رخ چرکی که خیلی البته زیاد نباشه، این زود پر میشه، ولی من خیلی خوش آمد. به نظرم با توجه به این قیمت خیلی میارزه، من عاشق صنایع دستی هم. بریم برای آخری، خدایش خیلی چیزای باحالی بود، همش کیفیتش خوب بود، خوش آمد، به نسبت پولی که خرج کردم ارزشش رو داشت. به جز این، این چرا اینجوریه؟ چند تا مروارید اینجا نباید داشته باشه. از این تله من قبلا صورتی روشنشو گرفته بودم تو ویدیو، باید زیاد دیده باشین رو سرم، شکست متاسفانه، تقصیر تلم نبود، بدجا مونده بود، شکسته بود، و من چون دیدم اون خیلی به میومد و خوب بود گفتم این رنگ دیگه شم بگیرم، ولی این چرا الان اینجاش مروارید نداره؟ میبینی همش ستا ستا داره، به جز این وسط حداقل گوشه بود بهتر بود. ببین این شکلی از این تلاس که ابر داره، این وری بذارم خیلی معلوم نیست، حوصله ندارم انقدر پس بفرستم، چرا انقدر جاییدن پس فرستادن یا زیاد شده. خوبه دیگه ها، این طلا برای لباس های مخمل خیلی خوشگل میشه، چون جنسشون مخمله، خیلی رنگ بندی داره، اگه لباس مخمل دارین همون رنگشون میتونین از این طلا سفارش بدین و توی مهمونی و اینا خیلی خوشگل میشه. امیدوارم که از این آنباکسینگ هم خوشتون اومده باشه و به دردتون بخوره. یادتون نره که سابسکرایب کنین، برام کامنت بذارین، لایک کنین که بیشتر بتونم براتون آنباکسینگ های خفن بگیرم و بذارم. مرسی که با این ویدیو هم همراه بودین و تا ویدیوی بعدی آنباکسینگ بعدی، خدافظ.